کشور عزیزمون ایران و شهر تهران برگزار میشه. دومین روز از این رقابت ها رو شما مشاهده میکنید. چه رالی شد همین ابتدای بازی. ببینیم این رالی رو بعد خدمتتون توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. مهدی مهدوی، امین اسماعیل نژاد کار تموم میکنه. خب عرض میکردم خدمتتون که شهداب یزد در سمت راست 12 این بار با سرعت بالا دریافت خوب مزن امین اسماعیل نژاد، موشک جواب موشک، با آخرین قدرت به توپ ضربه میزنه این بازیکن. دونوان سرویس دیدنی، توپ رو برمیگردونم. بله ابتکار عمل با یاران شهداب، البته این دریافت خوب نبود. مجددا مهدوی برای گوردون فرین، توپ گیری در زمین الریان و فینگر رد میکنه. انتخاب مهدی مهدوی باز هم برای گوردون فرین هست که زاویه غلیظ رو انتخاب میکنه برای زدن آبشار و گرفتن 17 امتیاز. بریم ما هم بریم بازی شهداب یزد و الریان قطر و ببینیم دست دوم چه اتفاقاتی رو به همراه خواهد داشت. اسماعیل نژاد و برای فایر مؤذن دیدنی توپ رو جمع کردن. حالا فرصت مجدد برای الریان، توپ رد میشه. باز هم آمرزا مؤذن، اسماعیل نژاد و آفرین بچه های مقاومت، عالی بود این حرکتشون. دایو دیدنی آمرزا مؤذن توپ رو در جریان بازی نگه داشت و همون عاملی بود تا در نهایت این توپ تبدیل به امتیاز بشه برای شهداب یزد. یه کار سرعت مؤذن این بار پاس رو میده به دونوان، توپگیری توسط الریانی ها و پاسی که به منطقه 4 خیلی بد داده میشه بهزاد حیدری و انتخابش دونوان هست برای گرفتن 20 امتیاز. بهزاد حیدری کار سرعت بی نتیجه است. پاس برای فینگر کاش سخت شده بود. سیف‌الدین این بار منطقه 4 و تارک رو در موقعیت حمله قرار میده. مجددن همین اتفاق، شیرجی دیدنی از مؤذن گوردون فرین این باز بودون اولمپیک. دونوان با آبشار سنگین امتیاز قبل مهدوی سرویس مجدد او کار سرعت مؤذن باری کله باز هم توپگیری انجام میده و اینجا خالی نرم از جان گوردون فرین. پوریا حسین خانزاده هم در زمین حاضر بازیکن 18 ساله مقاومت شهداب یزد و اصلا کار به اونجا نمیکشه و پایان بازی و تمام با سرویسی که یاران الریان به بیرون میزنه 25-14 دست سوم و